بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان در برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته به خوبی یاد گرفته باشید به شکر خدا ما و شما به آخرین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفت رسیدیم در ابتدا یک ارزیابی از درس گذشته داشته باشیم و پس از اون آخرین جلسه امروز با یکدیگر ببینیم که چی چیزایی را یاد میخوایم بگیریم خب شاگردای خوب انشالله که درس گذشته را خوب خوانده باشید خب سوالاتی که امروز ما برای شما انتخاب کردم از نوع سوالات تشریحی است خب این سوالات مربوط به درس جلسه گذشته است. سوال اول زنجیره قضایی را تعریف کنید و مثال بزنید. همینطور که به یاد دارید در جلسه گذشته ما برای شما گفتم که در یک اکوسیستم به رابطه قضایی بین موجودات زنده زنجیره قضایی گفته میشه. مثلا زردک خرگوش میخوره و خرگوش روباه. این یک زنجیره قضایی بسیار ساده ای هست که در یک سیستم میتونه وجود داشته باشه سوال دوم شبکه قضایی چیست؟ خب بازم اگه یادتان باشه گفتیم که در جلسه گذشته اگر در یک اکوسیستم ایک حلقه های مشترکی در یک زنجیره های قضایی وجود داشته باشه در مابین دو یا چند زنجیره قضایی حلقه های مشترک باشه یک ارتباط پیچیده تری را به وجود میاره که او را ما شبکه قضایی می نامیم. سوال سوم انتقال انرژی در یک حرم چگونه رخ می دهد؟ خب شاگردای خوب من اگر به یاد داشته باشید ما و شما در جلسه گذشته یک هرم میره با یک دیگه بررسی کردیم که گفتیم انرژی در قالب ماده در یک اکوسیستم جابجا به جا می شه. طوری که هر چقدر از قاعده حرم به سمت رأس هرم ما و شما پیش بریم مقدار ماده یا مقدار انرژی کاهش پیدا میکنه اما جسه افراد یا جسه مصرف کنندگان بزرگتر میشد خب سوال چهارم یک نوع رقابت میان نباتات را در یک اکوسیستم بنویسیم ما در یک اکوسیستم رقابت های گوناگونی را میبینیم رقابت های غذایی رقابت های جفتیابی یک نمونه از این رقابت ها که در مبین نباتات در جلسه پیش نام بردیم گفتیم اگر در یک جنگلی یا در یک باخچه گیاهانی که از نظر قد متفاوت هستند در مکان مناسب کشت نشوه این در اخت... ای نباتاتی که قد بلندتری داره نور خورشید را بیشتر جذب میکنه و سایه این نباتات بروی روی نباتات کوچک باعث میشه که این نباتات کوچک دسترسی کمتری به نور خورشید داشته باشه لذا این نبات بلندتر روز به روز رشد بهتری خواهد داشت اما این نبات خرد و کوچک به دلیل ای که به نور آفتاب دسترسی خوبی پیدا نمیکنه رشد مطلوب و رشد خوبی را نخواهد داشت عزیزان سنف هفت در آخرین جلسه درس امروز ما یا کتاب بیولوژی سنف هفت ما دوران مواد را در یک اکوسیستم با یکدیگر میخوانیم که چه موادی از موجودات زنده به محیط و از محیط به موجودات زنده دائما, دا دائما در حال چرخش یا دوران است که سه تا از مهمترین این مواد که شامل آب، کاربون دایوکساید و آب کاربون دایوکساید و نور و مواد معدنی یا مواد کیمیاوی در یک اکوسیستم هست رو با یکدیگه بررسی میکنیم خب یکی از مهمترین جزئی که در تمام اکوسیستم های موجود در کره زمین وجود داره نور آفتاب یا نور خورشید است چرا اهمیت زیادی داره به خاطر ای که حلقه اول تمام زنجیره های غذایی چی بود شاگردای خوب آفرین به او شاگردایی که گفتن حلقه اول تمام زنجیره های غذایی نباتات یا گیاهان بودن. خب این نباتات و گیاهان برای رشد خود نیاز به نور آفتاب یا نور خورشید داره. این نور خورشید در قالب مواد غذایی زخ... در یک نبات یا یک گیاه ذخیره میشه و زمانی که علف خوران از این نبات استفاده میکنه این مواد که حاوی انرژی نور خورشید هست نور خورشید در خود ذخیره داره به بدن او مصرف کننده ها منتقل میشه خب موجودات زنده برای ادامه حیات خودشان علاوه بر نور آفتاب به یک سری مواد دیگه هم ضرورت داره مانند مواد دا کیمیاوی آب نمک ها و اکسیژن که هر ستای این مواد در کنار نور خورشید یک جا میشه و مواد لازم برای عمل مهم میره در نباتات به نام فتوسنتز یا ترکیب زیایی فراهم میکنه این مواد در اکوسیستم ها دوران میکنه یعنی دائما در حال چرخش است خب با اولین دوران در یک اکوسیستم که دوران آب باشه آشنا میشیم میدانید شاگردای خوب که سطح کره زمین چقدر آب داره؟ آفرین به او شاگردایی که جواب نسبتا یا حدودا درست گفتند. ما میتونیم بگیم تقریبا هفتاد درصد سطح کره زمین آب است. اما ای آب روز به روز به دلیل بالا رفتن دمای کره زمین در حال کاهش است. و همچنین علاوه بر دمای بالا آلودگی های محیطی هم سبب شده که این اکوسیستم ها تغییر پیدا کنند و موجوداتی که در این آب ها زندگی میکردن دچار مشکل شوند از طرفی فراموش نکنیم که این 70 درصد آبی که در سطح کره زمین وجود داره همه از اینا قابل آشامیدن نیستند به همین خاطر است که ما و شما در مصرف آب باید توجه زیادی داشته باشیم صرفه جویی کنیم و از هدر دادن آب جلوگیری کنیم خب آب در موجودات زنده به شکل مختلفی در دوران هست مثلا در نباتات تحت دو پدیده مهم یعنی فتوسنتز و تعرق هست که دائما در چرخش است. خب آب به عنوان یک ماده اولیه برای رشد نباتات بسیار ضروری هست که ای آب از خاک از طریق ریشه ها یک نبات جذب میکنه و از طریق زایلم ها در اختیار برگ میرسانه و در اونجا عمل ترکیب زیایی و فوتوسنتیز انجام میشه گاهی وقتا شما دیدین در ابتدای صبح که هوا خنکتر و سرتر است در نوک برگ های درختان یک قطرات آبی را شما میبینین که دفع این مولکول های آب از برگ ها هم صورت میگیره به صورت مایه پس هم در پدیده فتوسنتز و هم در تعرق هست و تعریق در تعریق به صورت آب دفع میشه به صورت مایع و در تعرق به صورت بخارات از گیاه خارج میشه و به محیط بر خب ما دوران آب را به صورت سه پدیده دیگه هم در طبیعت میبینیم یکی باران، برف و جاله هست زمانی که نور خورشید به سطح دریاها میتابه باعث میشه که ای آبها تبخیر شود و مجددن ای این آبها به آسمان برگرده به صورت بخار آب حالا اگر این بخار آب در مناطق بالاتر سطح زمین جو زمین قرار بگیره و سرد شوه بستگی به درجه میزان سردی یا به صورت باران یا به صورت برف و یا به صورت جاله یا تگرگ دوباره به سطح زمین برمیگرده خب این آبی که به سطح زمین برمیگرده یا دوباره بر روی آبها میباره آب دریاها و دریاچه ها میباره و یا بر روی خشکی ها میباره که دوباره ای وارد زمین میشه و توسط ریشه گیاهان دوباره جذب میشه خب یک قسمت دیگه از ای دوران آب در انسان ما و شما میبینیم که انسان ها چگونه در دوران آب در اکوسیستم ها نقش مهم می داره انسان ها از طریق تنفس از طریق تولید ادرار و تجزیه شدن بدنشان پس از مرگ در دوران آب شرکت می کنم. ما در هنگام عمل دم و بازدم همچنین در دفع مایعات اضافی بدن به صورت ادرار این آب را تا حدودی که مقدارش کم هست نسبت به دوران سایر دوران های آب به محیط پرمیگردانیم. و هر موجود زنده ای که بمیره چه انسان چه حیوانات بدن اونها در داخل خاک تجزیه میشه و دوباره عناصر یا مواد کیمیایی بدن به محیط من جمله به خاک باز میگرده خب این یک دوران ساده ای از دوران آب در یک اکوسیستم بود علاوه بر ای که سطح کره زمین 70 درصدش آب پوشنده ما و شما جالب است بدانیم که 65 تا 95 فیصد وزن بدن ما و شما را هم آب تشکیل میده آب برای تمام فعالیت های حیاتی بدن ضروریه انجام تمام تعاملات کیمیاوی در دا داخل بدن ما و شما هم در حضور آب صورت میگیره و هم آب به عنوان یک محصول تولید میشه از طرفی آب محلل بسیار خوبی هم هست در کتاب کیمیا هم شما ایرا را به خوبی میخوانین که بسیاری از مواد هست که در دا داخل آب حل میشه ما از آب در صنعت هم استفاده های زیادی رو میبریم مثلا در تولید برق در حرکت دادن آسیاب های بادی اینها یا در فابریکه های صنعتی ما آب به عنوان ماده اولیه و بسیار مهم میبینیم که آب در واقع همون مایه حیاتی که میگه بسیار درست و صحیح است خب شاگردای خوب ای از دوران آب بود دوران یک ماده دیگه هم در یک اکوسیستم برای ما و شما بسیار بسیار حائز اهمیت است و او دوران کاربن هست شما میدانید که کاربن با عنوان عنصر اصلی در تمام مولکول زیستی و بیولوژیکی یا مولکول های عالی حضور دارد و بسیار هم مهم است اما این کاربن چگونه در یک طبیعت یا در یک اکوسیستم از بدن موجودات زنده به محیط و از محیط به بدن موجودات زنده دائما در حال چرخش یا دورانه ما را با یک دیگر بررسی میکنیم خب دوران کاربون در طبیعت شما در این تصویر که در این اسلاید برای شما آورده میبینین که فابریکه ها یا کارخانه هایی را که دود را در به محیط رها میکنه خب تمام مواد سوختی زمانی که می سوزن و دود تولید میکنن در ساختار این دود کربن را ما و شما می بینیم که به صورت کاربن دایوکساید به محیط بر میگرده. از طرفی کاربون دایوکساید در فتوسنتز نباتات هم بسیار اهمیت داره. همون گونه که آب مورد نیاز هست، نور خورشید مورد نیاز هست، کاربن دایوکساید به عنوان ماده اولیه و بسیار مهم در نباتات لازم است چرا که حامل عنصر کاربن هست. خب ما در عمل بازدم خودمون هم کاربن دایوکساید را به محیط برمیگردانیم. خب موجودات زنده بعد از اینکه می میرن و به زیر خاک قرار میگیرن و بدن آنها تجزیه میشه علاوه بر عناصر و آبی که گفتیم آزاد میشه کاربن هم جزء مهمترین عناصری هست که از بدن ما در مواد عالی یا مواد بیولوژیکی من جمله قندها، چربیها، ها و نکلوک اسیدها کاربون ها ما داریم که به عنوان عنصر اصلی هم در ساختمان کیمیاوی آنها حضور داره اینا به محیط برمیگرده و دائما کاربن به صورت در, مه... در یک اکوسیستم در چرخش یا دوران است خب همینجا جا داره که ما یک پدیده بیولوژیکی مهم دیگر به نام گازهای گلخانه ای را داشته باشیم ما و شما شاهد ازی هستیم که روز به روز دمای کره زمین بسیار بالا میره و گرمتر و گرمتر میشه یکی از دلایل گرم شدن کره زمین اثر یا پدیده گازهای گلخانه ای هست. خب اما این چرا گازهای گلخانه ای نامیده شده؟ شما گلخانه را که حتما دیدین در سقف گلخانه ها یا پلاستیک یا شیشه یا هر وسیله مناسب دیگه ای را میپوشانند و نباتات به داخل این گلخانه ها کشت میکنند و پرورش میدن. خب ای باعث میشه که دمای داخل گلخانه ها مرتوب باشه و گرم باشه و شرایط لازم برای رشد نباتات فراهم کنه آلودگی های یک محیط، آلودگی های یک شهر یا آلودگی های یک کشور من جمله آلودگی های ناشی از اتومبیل ها، خودروها، ماشین ها، موترا و مواد سوختی فابریکه ها این آلودگی ها سبب تشکیل یک پدیده مانند گلخانه میشه یعنی گازها یا آلوده به جو زمین میره و اطراف اون منطقه هوای اونجا را میگیره مانند یک سپری عمل میکنه که اجازه نمیده که هوا با محیط بالاتر از این گازهای گلخانه عمل تبادل دما و تبادل گازها را انجام بده به همین خاطر است که دمای کره زمین روز به روز بالا میره هر چقدر در جای آلودگی بیشتر باشه اونجا هوا گرمتر است شما در تابستان هم میبینید که زمانی که به بیابانها یا به جاهای سرسبز برای تفریح یا میله میرین هوا خنکتر است نسبت به داخل شهرها چون در دا داخل شهرها آلودگی ها پدیده گلخانهای را ایجاد میکنه نمیگذاره که دمای کره زمین کاهش پیدا بکنه مبادله شود اما در مناطق روستایی چون هوا پاک و صاف هست در نتیجه زمین براحتی گرمای جذب شده خودش به محیط بر و دما ما اونجا خنکتر و بهتر احساس میکنیم خب شاگردای خوب رسیدیم به پایان درس امروز ما امیدوار هستیم که از این تدریس های ویدیویی و برنامه هایی را که شبکه هادی شبکه محترم هادی تیوی در برنامه دریچه دانه برای شما عزیزان ارائه داد کمال استفاده را برده باشید و همه شما عزیزان برای داشتن یک زندگی بهتر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خداوند یار و نگهدار شما